سلام و درود خوش اومدین به قسمت دوم از سری ویدیوهای اتوکد دو بودی سه از مقدماتی تا پیشرفته خب تو این قسمت در ادامه با ویدیو قبلی که در مورد دستور لاین و نحوه اجرای اون گفته بودیم میریم و نوار ابزار درا رو با هم چک میکنیم خب دستور لاین که قبلا هم گفته بودم شما میتونید به صورت کلیک روی اون و یا با دستور ال اسپیس اون رو اجرا کنید و پارخط هایی رو که میخواین به هر صورتی که میخواین بکشین ولی نکته ای که شاید جو... توجهتون رو جلب کرده باشه اینه که چجوری اتوکد میاد و آخر یه پارخط خط یا وسط یه پارخط خط رو واسه من نشون میده یا اینکه من چجوری میتونم اگه بخوام یه خط صاف بکشم بعد چه کار کنم و این قبیل اطلاعات رو میخوام اینجا بیشتر روش تمرکز کنم خب دستور لاین وقتی که اجرا میشه خب فقط پاره خط رو میکشه شما چیزی رو توی اوتوکد در اختیار دارید که معروف به دستور اسنپ و دستور دیگه که شما در اختیار دارید معروف به اورتو این دو دستور چیزایی هستن که شما تو این پایین تو بخش در واقع ابزارهایی که این پایین در اختیار دارید قابل مشاهده است و میتونید ببینید که اینجا مثلا ما اسنپ دو بودی داریم و اگر روی مثلث کوچیک انتخاب کنیم که تمام این اسنپ ها در واقع فعال هستن اگه ما روی Object Snap Setting کلیک کنیم میبینید که شما تمام این گزینه ها رو دارید و میتونید اگه بخواین اونا رو خاموش کنید یا همه رو فعال کنید و یا به, به, به قول معروف با توجه به نیازتون روشن یا خاموش کنید برخی از پرکاربرد ترین های اونا توی صنعت معماری و عمران گزینه پوینت هست گزینه پوینت به شما اجازه میده که انتهای هر خطی رو بتونید بدونین که زحمتی به خودتون بدین و نزدیک کردن موس به انتهای یک پاره خط اون رو انتخاب کنید همچنین گزینه که نشون داده بودم برای اینکه میان یک خط رو انتخاب میکنه معروف به میت پوینت و اگه این روشن باشه این سرویس کار میکنه گزینه دیگه گزینه سنتر هست که میتونه مرکز یک دایره و یا شعا یا آرکی که یا در واقع کمانی که مرکز خواهد داشت هر کمانی بخش از یک دایره است و میتونید مرکز اون رو انتخاب کنید اینجا فعال میشه و جومتریک سنتر که نشون میده که اگر مثلا شما یه پولی لاینی داشته باشین یا یک چند خطی داشته باشین میتونید این رو انتخاب کنید و به همین ترتیب کوادرانت که میشه اگر در واقع یه دایره بکشین چهار بخش رو نشون میده. برای نمونه من این بیام اینو کنسل کنم منظور از کوادرانت اینجاست اگه من یک دایره ای داشته باشم و بخوام مثلا از دقیقا این نقطه شروع کنم این نقطه کوادرانت هست و اگه برم به کوادرانت بالا اینجا هست و این کوادرانت سمت راستش و این کوادرانت پایین و این هم دوباره نقطه شروع به این ترتیب خیلی راحت با ابزار اسنپ موس به نزدیکی محیطی که بخواد اون رو بگیره نزدیک میشه در واقع میچسبه به اون نقطه مورد نظر و کار رو برای شما به عنوان کاربر راحت میکنه تا بتونید این نقاط رو در واقع فعال کنید و بگیرید و شکلتون رو بکشید گاهن این امکانات برای شما شاید به قول معروف آزاردهنده باشه و شما نمیخواین این سرویس فعال بشه خیلی راحت همینجور که میبینید اینجا میتونید خاموشش کنید اسنپ خاموش میشه و دیگه اگه من دستور لاین رو فعال کنم هیچ گزینه‌ای سبزرنگ شما در هیچ جا نمیبینید و دوباره با کلیک کردن روی اسنپ میبینید که این حتی این سنتری هم که اینجا داشتیم فعال میشه من میتونم مرکز دایره رو بگیرم و برسم به مثلا یک پاره خطی که از مرکز دایره گذشته این نکته اینجاست که اگه حالا فکر کنید من بخوام یه خطی رو از اینجا بکشم و بگم میخوام مماس با این دایره باشه اینجا رو دقت کنید وقتی به نزدیک این دایره میرسم اینجا گزینه تنجنت هست و دقیقا اینجا مماس هست و شما به راحتی تونستید خطی رو دقیقا مماس با دایره بکشین و این قابلیت فوق العاده کاربردیه برای کشیدن انواع اشکال هندستی توی کرد خب باز برمیگردیم به همین منوی اسنپ و اینترسکشن محل طلاقی دو خط هست در واقع اکستنشن در حال امتداد اون خط هست این اگر این خط امتداد پیدا خواهد پیدا کنه مثلا خط بعدی رو در اون نقطه قطع میکنه اینسرشن فکر کنم اون که دو تا شکل در واقع همدیگه رو با هم برخورد میکنن من خودم خیلی از دستور اینسرشن اخیرا استفاده نکردم حضور ذهن ندارم پرپندیکولار که میشه عمود در واقع اگه شما بخواید از جای خطی بکشید و میخوام عمود به این به معروف شکل موجود باشه برای مثال من از اینجا یه خط میکشم و میخوام عمود بر این مربع باشه اگه اینجا رو نگاه کنید پرپندیکولار رو میبینید خب این هم میشه برای در واقع عمود منصف فکر کنم توی هندسه بهش میگفتن و در واقع خط عمود بر هر خط دیگه ای رو میکشه تانجنت که همون مماس میشه نیرس یعنی نزدیک ترین که عموما همیشه فعال هست و اپارنت انترسیکشن در واقع گزنه دیگه هستش که خودم خیلی استفاده نکردم و پارالل هم که میشه موازی این گزینه رو اگه من بخونم متوجه میشم snap to the visual intersection of two objects that don't intersect in 3D space but may appear in intersect in a current view خب کاملا مشخص شد معنیش چیه اینه که در واقع شاید شما دو, دو شکل سبودی داشته باشین و در فضای سبادی این دو چک همدیگر رو قطع نمی کنن ولی در تصویری که ما داریم می بینیم این دو همدیگر قطع می و این اون, اون, منطقه رو به ما نشون میده. گزینه ای انسرشن هم بیاییم با هم ببینیم snap تو the insertion point of object such an attribute a block or text خب این به معنی اینه که snap کن به چیزایی مثل یک بلاک بلاک اصولاً حالا بعداً بهش میرسیم یه شکلیه که شما همه رو با هم جمع میکنید یه گروپ یا یه بلاک تشکیل میدین و تکس هم که متن هست اه، خب اه، میگم برای همینه که من خیلی حضور زن چون واقعا این تا دستور اه، شاید اه، هر ده سال یک بار استفاده بشه ولی خب این دوتا دستور هم هست و میتونیم ازشون استفاده کنیم اگر بخوایم از محل طلاقی یک بلاک یا یک متن با شکل خودمون استفاده کنیم خب بریم ببینیم واقعا اینجوری هست یا نه با اینکه ما قرار نیست اینجا دستور تکس رو یاد بگیریم ولی میتونیم تست کنیم تست و یک متن رو من اینجا نوشتم و من این متن رو کمی بزرگترش میکنم تمام دستورایی که من در انجام میدم بعدا یاد خواهیم گرفت و من این متن رو با این مثلا خط به محل تلاقی میدم و حالا ببینیم من یک خطی رو میخوام بکشم و ببینیم من اینجا هیچ انسرشنی نمیبینم اینجا که میت پوینت هست و خب پس من این دستور کجاست نود و بله 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 خب متوجه شد خب بس اینجوری که داره نشون میده این محل ورود تکس ما این نقطه هندلش هست در واقع و اینجاست که شکل ما میتونیم باش جابجا جا کنیم و اون اینسرشن این شکل همون نقطه آبی رنگیه که بالای سمت چپ شکل میبینیم خب اینجا یه چیز خوب رو با هم یاد گرفتیم اینکه اگر چیزی رو تو اتوکد نمیدونید هم با خوندن فقط کمک های بی نظیری که توی اتوکد هست میتونید در واقع متوجه بشین که اون منظور از اون دستور مثلا او اسنپ اینسرشن چیز چون میگم واقعا من به شخص بعد از این همه سال هیچ وقت از این دستور استفاده نکرده بودم از این از این اسنپ استفاده نکرده بودم ولی خب الان دیدیم که ممنی و مفهومش چیه و شاید من اینو ده سال پیش یاد گرفته بودم و دیگه خب نیازی نبود من برای اینکه برای جابجایی متن اصولا از دستور موو استفاده میکنم که بعدا با هم آشنا میشیم و اون نقطه دستگیره متن که حالا بالای سمت چپ تکس بود تو این تصویر خیلی کاربردی نیست چون اصلا توی کار ما متن تکست خیلی کاربردی نیست و اگه بخوام چیزی بنویسیم هر جایی متن میتونه باشه مکان و دستگیره اون خیلی به کار ما نمیاد ولی چیزی که یاد گرفتیم اینه که شما هر بار وارد این تنظیمات اتوکد میشین هر دستی رو, رو اگه موس رو روش نگه دارید یا به اصطلاح انگلیسی هاور کنید روش میبینید که آموزش اون رو به شما میده و میگه معنی و مفهوم این دستور چی هست غیر از اون اگر دقت کنید object snap on دکمه F3 هست و object snap tracking on دکمه F11 در واقع اگر من کیبوردم رو روی دکمه f کلیک کنم میبینید که این چراغ خاموش شد در واقع اسنپ خاموش شد و اگر دوباره f رو بزنم همینجور که میبینید چراغ اسنپ فعال شد و این پایین هم به من هیستوری دستوراتی که اجرا کردم و اگر روی مثلث کوچیک کلیک کنم میبینید کل تاریخچه کارهایی که از وقتی که من در واقع اتوکد رو باز کردم تا به حال اینجا هست و شما میتونید ببینید آشنایی با این اصول و مبانی اولیه کت هست که شما رو به یک اوتوکت کار حرفه‌ای تبدیل میکنه که دیگه در واقع به جای اینکه به اصطلاح بگم شما ماهی داشته باشید ماهیگیری رو بلدید و هر موقع بخواین خودتون این راه رو میتونید ادامه بدید نکته مهم اینه که بدونید از ابزارهایی که اوتکت به شما میده چجوری به صورت حرفه‌ای و بهینه استفاده کنید تا در واقع بتونید همیشه خودتون رو از اون مشکلی که هستیم بیرون بیارین و شاید حد در اکثر نیاز باشه که به یه موتور جستجو برید و مثلا تو کوپایلت یا بینگ سرچ کنید اگر من میخوام این کار رو بکنم باید چه کار کنم و اون گزینه به خصوص برای شما بیاد ولی اینکه دکمه f رو بدونید که اسنپتون رو خاموش رو روشن میکنه خیلی کاربردیه و گفتم این کمکی که اسنپ به شما میکنه شاید زیادی باشه و شما یه جایی نیاز ندارید که هی این دکمه ها به شما کمک کنه غیر از اینکه میتونید به این تو اون تنظیمات و از این بخش در واقع آبجکت اسنپ رو برای اون فیچر به خصوص خاموش کنید غیر از اون در جریان باشین که با دکمه f میتونید این رو کاملا خاموش روشن کنید با یک کلیک برای دکمه F3 خب دستور لاین یه محدودیت دیگه ای هم داشت من اگه بخوام خط صاف بکشم چه کار باید بکنم اینجا زاویه رو اگر دقت کنید مثلا الان زده 21 درجه نسبت به خط افق و خب من زاویه رو دارم و بله و اگه بیام روی صفر مثلا صفر در ولی حتی این صفری هم که اینجا هست دقیقا خطی که من میخوام نیست و خیلی سخته به خط دقیقا عمودی یا افقی برسم تو اتوکت مسلما راه حل واسش هست و اون دکمه F8 و یا دستور اورتو هست دستور اورتو باز توی همون نوار ابزار پایین هست و همونجوری که اینجا میبینید علامت ارتوموت هست که فعاله و همینجور که میگه restrict cursor orthogonally یعنی به این صورت که یعنی این که فقط حرکت کرسر رو به صورت عمود و یا حالت افقی اجازه میده که داشته باشین یعنی در واقع من میخوام یک مربع بکشم شما میتونید اینجا رو داشته باشید. دقت کنید اون دستوری که اینجا هست همینجور که میبینید من ازش استفاده میکنم من برای مثال میخوام دقیقا طولش به اندازه این باشه اول رفتم بالا این نقطه رو به عنوان نقطه اندپوینت مخ... م... به من داد و وقتی موس رو میارم پایین همجور که دقت کنید میتونه به من بگه که اگر به انتهای این برسه این آخر این خط هست و الان دقیقا هم اندازه هست و من یک مستطیل کاملا صاف و بدون مشکل کشیدم و کاملا میدونم که زاویهش 90 درجه است. چیز دیگه ای که تو دستور لاین هست استفاده از کیبورد هست برای دستور لاین نه اون دستور الی که گفتم برای شروع چرا شما ال رو میزنید اسپیس رو میزنید و دستور لاین فعال میشه ولی چیزی که باید توجه کنید اینجا اینه که نوشته specify first point نقطه اول خب نقطه اول اگه نگاه کنید زده 7 ممیز 69 و 33 ممیز 48 این عدد چیست؟ این عدد دقیقا اگه من موسو بیارم پایین میبینی عدد دره اون عدد سمت راستیش که و سی و خورده ای بود شد هشت و اگه هرچی به این مبدع مختصات نزدیک بشم میبینید میشه سف سفر خب پس این x و وایی که این پایین میبینید مبدع مختصات ماست هرچی از سمت قرمز x به این سمت میرین این عدد x ما بزرگتر میشه و هرچی به سمت وای بالا میریم عدد در واقع مختصات محور ایگرگمون یا وایمون در واقع بالا میره و این سمت که بیاین ببینید x منفی میشه و این سمت که میاین هم x هم y منفی میشه و این سمت که میاین میبینید y منفی و x مثبت پس این مبدا مختصاته چجوری من از مبدا مختصات شروع کنم خیلی راحت فقط کافی رو کیبوردتون تایپ کنید صفر و بعد دکمه تب رو بزنید و تایپ کنید صفر و بعد دکمه انتر رو بزنید و همه راحتی شما از مبدع مختصات یعنی صفر صفر شروع کردید و میتونید به هر جایی که بخواید برید مثلا من میخوام در این مسیر در مسیر X پنج واحد که حالا ما طبق اینکه یونیت خودمون ابتداعا متر انتخاب کردیم توی ویدیو اول گفتم به چه صورت هست عدد پنج رو تایپ میکنم و دکمه انتر رو میزنم و بعد میام به سمت بالا و میگم عدد چهار بعد دکمه یه رو که برده میزنم دوباره به سمت چپ میرم و میبینید موس خط رو به این سمت میاره دوباره عدد پنج رو میزنم و حالا میخوام این باکس رو ببندم دو تا کار میتونم بکنم یکی اینکه که دستر بدم به سمت پایین در واقع این موس رو و بعد انتخاب کنم عدد پنج و عدد پنج رو برای من بکشم من بخواهم زوم کنم که دیدنش راحت تر بشه یا یعنی اینکه من میتونم بیام پایین و عدد پنج رو بزنم و این شکل کامل شد و بعد دکمه اسکیپ رو میزنم تا از دستور خارج بشه اشتباه هم من عدد پنج رو تایپ کردم و در واقع چون ارتفاع ما چهار بود بعد عدد چهار رو تایپ میکردم خب اشکال نداره ما اگه بخوایم پاکش کنیم خط رو انتخاب میکنیم و بعد دکمه دیلیت رو میزنیم یا اگه بخواین دکمه کنترل زی رو میزنید و برمیگردید به حالتی که این خط بود و دوباره میتونید با این علامت در واقع ایریزی که شبیه یک پاک کن پشت مداد هست انتخاب کنید شکلتون رو انتخاب کنید و این شکل پاک میشه و دکمه راست کلیک رو میزنید و دستور میاییم بیرون خب این در واقع یه مدل دیگه پاک کردن بود روش دیگه اینه که حالا من میخوام این خط رو دوباره بکشم و دوباره این خط رو انتخاب میکنم به سمت پایین عدد چهار رو میزنم و دکمه انتر و این باکس ما کامل میشه حالا این باکس ما فرقش با باکس قبلی این بود که باکس قبلی هیچ عدد و ارقامی نداشت و کاملا ما چشمی کشیده بودیم و میتونم کلش رو انتخاب کنم و دکمه دلیت کیبورد رو بزنم و پاک بشه چیزی که در مورد انتخاب توی اتوکت هست خیلی مهمه با برنامه های مثل فتوشاپ و برنامه های گرافیکی توی زمینه رستر فرق داره چون اوتوکت یک برنامه برداری هست و اصولا شبیه برنامه های برداری هم مثل سایر برنامه های برداری شما باید باش کار برای نمونه اگه من بخوام این باکس رو پاک کنم سلکت کردن به این صورتی اگه من دکمه چپ موس رو کلیک کنم و نیاز نیست دیگه دکمه چپ رو نگه دارم اگه به سمت پایین سمت چپ بیام و وقتی سبز رنگ هر چیزی رو که توش هست و یا حتی بخشی از اون توی این باکس سبز هست انتخاب میشه و دقت کنید اگه من موس رو به سمت بالا یا پایین ببرم میبینید رنگش آبیه این به این معنی است که اگر تنها چیزهایی که کاملا توی باکس آبی رنگ من هستن پاک میشن و اگر بخشی از اونها توی باکس من باشه اصلا سلکت نمیشن شما اگه بخوام بیام اینجا و از اینجا این همین دوباره دکمه لفت کلیک رو بزنم و این بیام تا اینجا و برای نمونه این هم بیام تا بالا خب همینجور که ببینید پاره خطی که سمت چپ هست کاملا از اول تا آخرش توی باکس آبیه ولی دو پاره خط دیگه بالا و پایین بخشی از اونها توی باکس آبی من هست و اگه من دکمه لفت کلیک موس رو دوباره بزنم تنها پاره خطی که انتخاب میشه همین پاره خطه چرا؟ چون این پاره خط فقط کاملا داخل باکس آبی من بود اگه من بیام این سمت و دکمه کلیک چپ موس رو بزنم و بیام به سمت پایین و همین کار رو با این سمت انجام بدم یعنی باکس اه من بخشی از دو خط بالا و پایین رو بگیره و کاملا خط سمت راست شکل من رو بگیره وقتی دکمه لفت کلیک اینجا دوباره بزنم میبینید که تمام این باکس رو میگیره حتی خط بالا و پایین این دقیقا فرق اینه که دکمه سلکشن ما آبی رنگ باشه یا سبز رنگ سبزرنگ همه چیز رو شامل میشه و آبی تنها چیزایی رو که کاملا توی باکس آبی من هست خب این رو گفتم و بدونید که غیر از با یک کلیک اگه بخواین یک شکل غیر هندسی بکشین چجوریه در واقع اگر بخواین یه همچین چیزی بکشید. خب به این صورت هم شما میتونید یک شکل انجام بدین و من برای این کار دکمه چپ موس رو نگه داشتم و ول نکردم همچنان دکمه چپ دست من فشرده هست و بعد ولش میکنم و میبینید که همچنان شکل غیر هندسی کشیدم برای سلکت ابزار سلکت خودم و دو تا خطی که حتی بخشی از اونها شامل شده بود رو گرفت و برای آبی هم همین کار رو میکنم اگه من بیام این سمت و این شکل رو بگیرم حالا همونجوری که میبینی باز هم انتظار میره که فقط یه پاره خط بگیره چون اون دو, دو, دو خط کاملا نیست و همینطور هم هست خب این ابزار سلکتیو تولز توی اتوکد که با موس در واقع انجام میشه خیلی مهم و کاربردیه و شما میتونم بگم مثل دستور لاین که همین همچنان توی ویدیوی دوم داریم در موردش صحبت میکنیم اینا بنیادی ترین دستورهای اتوکت هستن و دستورات بعدی تقریبا میشه گفت همشون دنبال روی همین مبانی اولیه برای کاربری اتوکت هستن خب یک نکته کوچیک دیگر رو هم تو همین ویدیو خدمتتون اعلام میکنم و بعد میریم به ویدیو بعدی چیزی که میخواستم بگم اینه که اگر دستور L space رو بزنم و یک پارخطی خطی رو شروع کنم بکشیدم برای مثال اینجا به اینجا و بعد بگم تا اینجا بیا و حالا این پارخط هنوز بسته نشده و اصلا فکر کنید من اصلا دکمه F8 یا اورتو رو هم خاموش میکنم و میام اینجا, میام اینجا میام اینجا میام اینجا و میام اینجا و از اینجا میخوام اینو ببندم شما اگر دکمه C و اسپیس رو بزنید این کار رو میکنه چرا سی اول حرف کلوز هست و چون ما داشتیم یک پاره خط رو به صورت پولی لاین تقریبا میکشیدیم وقتی که این پاره های ما به جای رسید وقتی دستور سی رو میزنیم میره به محل شروع این دستور و این پاره رو میبنده این فقط زمانی به کارتون میاد که پاره خطتون قرار بسته بشه ولی این یک ترفند کوچیک که گاهن خیلی کاربردیه اگر بخواین یه باکسی رو ببندید با دستور C و اسپیس یا C و انتر شما میتونید این کار رو انجام بدید خب این ویدیو رو تموم میکنیم تو ویدیو بعدی میبینم اتون بدرود